سلام برادر خواهر عزیز، مهمونای عزیز. میخوام هفته گذشته که این موعظه در مورد انسانیت کهنه که صحبت کردیم، میخوام قسمتی هست که در موردش فکر کنیم و ادامه بدیم. در مورد این قسمت ها از طریق کلام خدا نگاه کنیم که بتونیم زندگی موفق تری داشته باشیم. هفته گذشته اگه یادتون باشه گفتم که تو مسئول وضعیت زندگیت هستی. هیچ کس قابل سرزنش یا مقصر نیست برای زندگی خودت. اگه در ترس زندگی میکنی، در غم زندگی میکنی، نگرانی، افسردگی، حسادت، شکست و چیزهای مختلف هم که هست، تو خودت مقصر هستی. میدونم یک کلامی هست که خیلی شاید سخت باشه، مخصوصا اینکه دور و برت هم میبینی که افرادی هستن که دائما میان یا سیخونک میزنن یا بد صحبت میکنن. فقط به هر حال ما میخواهیم از طریق کلام خدا نگاه کنیم. تو طوفان قرار گرفتم. کلام خدا در یوحنا باب 8 آیه 31 اینجا میگه که اگر در کلام من بمانید، بگیم بمانید، در کلام من بمانید، به راستی شاگردان من خواهید بود و حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. پس اینجا میبینید که میگه که اگر در کلام من بمانید، ماندن یعنی ورداشتن، فکر کردن و همینطور هم با کلام زندگی کردنه و مطالعه کردنه. این باعث میشه که مکاشفه هایی ما به دست میاریم و اونجا میگه که این نشانه اینه که واقعا شاگردای خدا هستیم. امروز که مثلا موعظه میکنیم یا تعلیمایی که میشنویم، ما برادرمون علی هم گفت ما زود همه چی رو فراموش میکنیم. فقط یک کسی که واقعا عیسی مسیح رو جدی گرفته، واقعا کلام خدا رو ور میداره، شروع میکنه به فکر کردن، شروع میکنه به مطالعه کردن. شاید مثلا موعظه هایی میشنوین، تعلیم هایی میشنوین، پیشنهاد میکنم برین دوباره یه بارم گوش کنین، یه دوبارم گوش کنین و خدا خیلی چیزایی توی این موعظه نشون خواهد داد. کلامایی شاید در اون لحظه که ما مثلا شما اینجا هستیم، فقط شاید یه قسمتی رو گوش میکنین، فقط زمانی که یک بار، دو بار، سه بار گوش میکنین، میبینین خیلی مکاشفه هایی هست در کلام. ما نمیتونیم الان سر رب که اینجا موعظه میکنیم تمام سر رب رو تو بگیری و دریافت کنی. معمولا زمانایی هست که احتیاج هست که بعد از مثلا مدت های یک ماه، دو ماه، شش ماه، یک سال دیگه دوباره موعظه رو گوش میکنی، میبینی ای بابا این چیزای دیگه اصلا گفته بود اصلا نفهمیدم. تجربه رو داشتی نه؟ زبان انگلیسی رو من که تو مدرسه خونده بودم، فقط زمانی که دیگه مسیح شدم اونقدر زیاد دیگه با چیز زبان انگلیسی چیز نداشتم، هیچ تجربه نداشتم. فقط زبان انگلیسی رو میدونی از کجا یاد گرفتم؟ از زمانی که از توی کانادا برادرمون فرد ساله بود، تعلیمای او رو گوش میکردم و اون و سفارش میدادم. از اون موقع که کاست ها بود، نوارای کوچیک بود و از کانادا برای من میفرستاد و همینطورم کتاب ها. یک کتابی بود که الان هم ترجمه شده، تاریکی چی بود؟ یه کتابی هست شیما برای تو چی؟ شکست های سکوت یا؟ و خیلی چیزی به همه چی به زبان انگلیسی نوشته شده بود و اون موقع من می نشستم با برادرم انگلیسیش یکم بهتر بود، می نشستم و همینطور لغت با لغت می رفتم و اینطوری من شروع کردم زبان انگلیسی رو و مخصوصا زبان انگلیسی کتاب مقدس رو یاد گرفتن. این تقریبا 5-6 سال در این چیز بودم، در این مطالعه بودم، هر کاستی که می گرفتم و همینطورم روزنامه های یا ماگازین هایی بود که می گرفتم، شروع می کردم به مطالعه کردن و پر بود، این کتاب پر بود، از زبان آلمانی همه چی رویش می نوشتم که تقریبا بدونم معنی کلام چی. و این اصلا کلن آشنا شدم با پادشاهی خدا. به این خاطر خیلی مهمه عزیزان،
پیشنهاد میکنم و به حال دوست دارم این اشتیاق رو در خودتون به وجود بیارم که واقعا دنبالش باشین و این چیزی که میگه در کلام من بمانید، واقعا برین دنبالش، به خودتون رحم میکنین و اون موقع هست که مکاشفه ها به دست میارین، مکاشفه های از خدا، مکاشفه های از خودت، مکاشفه از شیطان، از نیروهای تاریک، مکاشفه های از انسانیت کهنه. چه که الان صحبت میکردیم تو این دو سه هفته است که ما اصلا اطلاعی درستی نداریم، ما در مورد انسانیت کهنه صحبت میکنیم یا فقط متوجه نیستیم که با این انسانیت کهنه ما زندگی میکنیم، ما دوستشون داریم، نوازشش میکنیم، پرورشش میدیم، بعد از این میگیم که حال من بده، بعد از این میگیم که نمیدونم تو افسردگی زندگی میکنم. این از نادانیه و نادانی میاد به وسیله اینکه ما دنبالش نیستیم که واقعا کشف کنیم، واقعا مکاشفه بشه. خدا به تو همینطور مکاشفه نمیده، فقط خدا خدای قدوسیه و خدای عادلیه. خدا فقط به کسانی که واقعا با تمام دل جستجو میکنن، با تمام دل دنبال یه گنجی میدوام و چیزهای دیگه رو میگذارن کنار، میگن خداوند من میخوام با تو آشنا بشم، با کلام تو آشنا بشم، من آمدم مکاشفه های از تو بگیرم. اینجاست که نزدیکتر به خدا میشیم و یا خدا نزدیکتر میشه و مکاشفه هایی به زمان خودش به تو خواهد داد. اگه موافق هستین، دوست داری، میتونین بگین آمین. پس ما باید همینطور هم نه فقط از خدا اطلاع داشته باشیم و اینم روز به روز زندگی روزمره ما اینه که به شناخت خدا برسیم، فقط ما باید هم همینطور هم با دروغ‌های شیطان آشنا بشیم. شیطان چیه؟ کیه؟ دروغگو و پدر دروغگو هست. دروغ از شیطان به وجود آمده، یا؟ ریشه شیطان همینطور غرور، از غرور همه چی برای پدر دروغگو هست که از اول شروع کرد به دروغ گفتن. عیسی مسیح کیه؟ راه، حقیقت و راستی هست. پس میبینیم که در این طرف دروغه، در قسمت شیطان دروغ، در قسمت عیسی مسیح حقیقت، نور، راستی هست. سو هر چقدر من به او گوش کنم، به گوشم به صدای عیسی مسیح، به کلام خدا بشه، با حقیقت آشنا بشم، با نور آشنا میشم. و هر چقدر با نور آشنا میشم، اینجا ظلمت که دروغ ظلمته، نور دروغ، همه چی در پنهانیه، این روشنایی میاد، آزاد میشم از به حال این دروغ‌هایی که فکر من و قلب من رو فرو گرفته بود. اگه یادتون باشه هفته گذشته آخر جلسه در دوم قرنتی ما به ده اونجا گفتیم که جنگ ما جسمانی نیست، بلکه قوی هست که بتونیم تمام دروغ‌ها، تمام خیالات و هر چیزی که فکر ما رو، زندگی ما رو اسیر کرده بشکنیم که واقعا آزاد بشیم. و جالبش اینجا میگه که حق رو خواهی شناد، حق شما رو آزاد میکنه، نه شبان شما رو آزاد میکنه، نه نسرین شما رو آزاد میکنه، نه یه شخصی آزاد میکنه، حقیقت تو رو آزاد میکنه. و امروز هم این کلامی که میشنوین حقیقت رو میگم، یعنی راستی رو، کلام خداست که تجربه میکردیم و هر واعظی که اینجا هست، حتی چیزایی افرادی که تجربه هایی که شهادتی داشت و همینطور خواهرمون سلماز، یه تجربه هایی از به دست میاریم، یه چیزایی که به دست میاریم اون موقع میتونیم منتقل بشیم، حیات آمده. قبل از این میخواد اصلا کتاب رو ببنده، نمیخواد گوش کنه، یهو متوجه شده در راستی آشنا شده. به این خاطر برکت هایی هست که خواهن آمد برای زندگی خودش و اینم تاثیر میذاره روی خانواده‌اش، روی بچه‌هاش. به این خاطر ما باید با دروغ‌های شیطان آشنا بشیم و همینطور هم ببینیم به کی گوش می‌کنیم، اعتماد به کی می‌کنیم. و هر چقدر به هر حال با دروغ‌های شیطان و دروغ‌هایی که از انسانیت کهنه هست آشنا می‌شیم و بیشتر برای ما باز میشه، بیشتر هم می‌تونیم آزاد بشیم. و یه سوالی که هست که همینطور که گفتم، چرا خدا پس میگه که تو قوتت مقصر هستی برای زندگی خودت؟ الان جایی که نشستی با درد و نارله و با نمیدونم افسردگی، یا شاید هم حالت هم خوب باشه خدا رو شکر، فقط چرا خدا میگه که تو مقصر هستی؟ میخوایم از این دید نگاه کنیم که درست متوجه بشیم. در یوحنا باب 10 آیه 10 میگه که
دوست نمی آید جز از چی؟ بر دزدیدن، کشتن، نابود کردن. سو این طرف شیطانه، این معرفی شیطانه، میگه که شیطان نمیاد جز از این که هلاک کند، بکشد، نابود کند. اوکی؟ و اون طرف میگه که عیسی مسیح میگه که من آمدم که شما حیات یابید. درسته؟ من آمدم تا ایشان حیات، یعنی شما حیات یابید، داشته باشید و آن را به فراوانی بهره‌مند شوید. آمین. سو پس میبینیم که الان دو تا قدرت هایی هستن، دو تا کلامایی هستن. کار شیطان اینه که ما رو بکشه، از بین ببره، و مخصوصا هم که چون ما شبیه خدا خلق شدیم، تو که اینجا نشستی شبیه خدا خلق شدی. چی فکر میکنی؟ خدا دوست داره، خدا نه، ولی شیطان دوست داره که تو شبیه خدا خلق شدی؟ نه، متنفر ماست. چون میدونیم که شیطان از اول در هنوز دنیا آسمون زمین هنوز نبودن، اونجا یه مقامی بزرگی داشت و شیطان علیه خدا شورش کرد و دنبال سلطنت بود. خودش میخواست مرکز باشه. بگین مرکز. خودش میخواست مرکز باشه، نه خدا. خودش هر چقدر مخلوق بود میخواست جای خدا رو بگیره. به این خاطر علیه خدا شورش کرد. غرور گناهش بود و همینطورم میخواست استقلال باشه، دیگه خودش حکومت کنه. این گناه اولین بود که اینجا میبینیم که در باغ عدن هم همینطور که شیطان که آمد آدم و حوا رو گول زد و گفته که احتیاج نیست از این درخت حیات بخوری، تو میتونی از این درخت معرفت نیکو بد بخوری، اون موقع هم میتونی همینطور مثل خدا بشی، احتیاج به خدا نداری، مستقل باش، تو خودت افسار زندگی در دست تو بگیر، تو خودت حکومت کن. این ریشه شیطانه، خودمحوری. به این خاطر ما میگیم که یک کسی که گناهکاره، منظور این نیست که گناههای زیادی میکنه، یک کسی که گناهکاره یک کسی هست که خودمحور، یعنی خودش مرکز زندگی خودشه، خودش تصمیم میگیره چی خوبه چی بده، معرفت نیک و بد خودش انتخاب، خودت انتخاب کن، خودت تصمیم بگیر، حق انتخاب رو که خدا به تو داده الان خودت تسلط داشته باش روی همه چیز. و این بدبختی این دنیا به وجود آمده زمانی که هر شخصی که اینجا نشسته، الان برحال اینجا نمیگم دنیا نوشته، هر شخص خدای خودشه. آمین. خدای خودش یعنی خودش حکومت میکنه، خودش سلطنت میکنه. ما میتونیم خیلی در مورد صلح صحبت کنیم، در مورد محبت صحبت کنیم، فقط ذات ماهیت ما به حال ماهیتی از شیطان شکل گرفته. به این خاطر این طبیعت کهنه ای که در ما قرار گرفته، این طبیعت کهنه از طبیعت یا ذات شیطان شکل گرفته است. زمانی که از این میوه که شیطان به دست آدم و حوا داد، تو این میوه ذات شخصیت ماهیت شیطانه که دروغگو، خودمحور، مستقل، میخواد مستقل باشه و همینطور هم استقلال. و به این خاطر زمانی که شیطان علیه خدا، خواهش میکنم گوش کن، علیه خدا شورش کرد، از ذات خودش بود که شورش کرد علیه خدا و اینو منتقل کرد به انسان و انسان هم داوطلبانه گوش کرد، نافرمانی کرد از خدا و از این درخت معرفت و بد و خوب و بد رو برداشت و ماهیت یا طبیعت شیطان در انسان قرار گرفت. به این خاطر زمانی که در رومیان باب 8 آیه 7 رو میخونیم، اینجا میگه که زیرا طرز فکر انسان نفسانی با خدا دشمنی میوزد. درسته؟ چرا که از شریعت خدا فرمان نمی برد و نمی تواند هم ببرد. این طبیعتی که در ما وجود داره از ماهیت، از طبیعت شیطان در ما قرار گرفته. به این خاطر دائما برعکس
کلام خدا زندگی میکنه. نه اینطوری که ما تصمیم میگیریم، بلکه این طبیعت در ما قرار گرفته. و یه ترجمه دیگه، ترجمه قدیمی، ترجمه تفسیری رو خیلی خوب اینجا نوشته: زیرا دلبستگی به امور نفسانی، دلبستگی یعنی زمانی که با او دل میبندی، زمانی که به او گوش میکنی. اوکی؟ دلبستگی با امور نفسانی دشمنی با خداست. چنین شخصی از شریعت خدا اطاعت نمی کند و در واقع نمی تواند اطاعت کنه. پس اینجا ما درست یکم آشنایی پیدا کردیم. زمانی که خدا میگه که مشکل تو هستی، زندگی تو نابود، زندگی تو در افسردگی، در ناراحتی، در شکسته، مقصر تو هستی. چون الان تو یک کسی رو داری در خودت که میگه که من آمدم به ایشان حیات بیابم و زیادتر حاصل کنم و به من گوش کنی. و این طرف هم نگاه میکنیم یک طبیعتی در ما وجود داره که برخلاف خدا زندگی میکنه. اون نمیخواد اطاعت کنه. به این خاطر ما بعضی وقت، نه بعضی وقت، معمولا نرمال کلام خدا رو گوش میکنیم، به هم میتونم موعظه رو گوش میکنیم، کلام خدا رو میخونیم، ما میگیم یا ما باید این رو باشیم، ما باید اینطوری باشیم، ما باید اینطوری باشیم. میدونی کی میگه؟ همون انسانیت کهنه. اینجا ببین که این طرف انسانیت کهنه است. این انسانیت کهنه است که میگه یا ما باید این کارو بکنیم، ما باید خوب باشیم، ما باید اینو باشیم، ما باید اینو باشیم. این دروغ شیطانه که به تو فریب میزنه، فریب میده. یا تو هم میگی ما باید اینطوری باشیم. یا درسته، آخ کاش که همه محبت میکردن، آخ چرا کلیسا اینطوریه، آخ چرا. بعد شروع میکنیم غرور زدن از خودمون همینطور و احساس میکنیم الان یک کسی مقدس از خودمون ساختیم. این دروغه. و زمانی که تو اون وسط ایستادی، تشخیص هنوز نمیتونی بگی، ببینین این هیلگر الان اینجا هست که میخواد خودشو لوس کنه، میخواد بگه چقدر مقدسه، چقدر فروتنه، وای ما خیلی باید عوض بشم. خیلی عوض بشی، پس گوش کن به او که چه به تو چی میگه و اطاعت کن، مطیع باش. این باعث میشه که تو عوض میشی. عزیزان، این چیزایی که صحبت میکنم، من خودم این زندگی رو سالها کرده بودم. من یک بار بود که تو غم افتاده بودم، چون کتاب مقدس اونجا نوشته اگر خدا رو محبت داری، پس باید برادر خواهرات رو محبت داشته باشی. کسی خواهر برادر رو محبت نمی‌کنه، این خدا رو محبت نمی‌کنه. در یه جایی افتاده بودم دیگه من هیچ محبتی ندارم و شروع کردم خودم رو محکوم کردن. زارزار، یعنی واقعا شریعتی اینجا زارزار گریه میکردم، میگم این هستم، این همه هر دفعه میگفتم این من هستم، یا درستی من این هستم. هنوز متوجه نشدم، هنوز عادل شمرده شدم، آزاد شدم از این کهنه. فکر کردم من باید یه چیزی در من به وجود بیارم که الان شما رو دوست داشته باشم. این شخصی که اینجا ایستاده، انسانیتی کهنه، اصلا شما رو دوست نداره. این شخص میخواد از اینجا فرار کنه. به من چه الان اینجا امیر اینجا نشسته، علی اینجا آمده، این در تیپ من نیستن، اصلا آمدن اینجا چی بکنم. این دائما در حال نق زدن و شکایت کردنه. این علی رو چیز امیر رو همینطور گفتم، خواهش میکنم چیز نکنه. یا منظور اینه که ما تشخیص درست نمیدیم، در این حال زندگی میکنیم و همینطورم پرستش میکنیم، خدا رو شکر میکنیم، فقط در ته قلب ما میبینیم که یه چیزی مشکلی اونجا هست. شادی ندارم اینجا، آرامش ندارم اینجا. خواهر نسرین، میتونی بیای روان درمانی کنی منو؟ نسرینم میاد یک بار دو بار روان درمانی میکنه، اینم یکم نوازش میگیره، یا آخ چقدر خوب بود، عالی بود. بعد از یک ماه دیگه دوباره نسرین میتونی دوباره یه مشکلی دارم، چیه؟ یه چیز فکرای اومده. نسرینم دوباره میاد، دوباره روان درمانی، دور روانکاوی و نمیدونم آزادسازی دیوا اخراج کردن، دوباره بعد از این مدت دوباره همون انسانیت کهنه اینجا مونده، هنوز دوره خودش میچرخه. وقت نسرین رو میدزده و وقت خادمینشو میدوزه. الان مثال گذاشتم، برای ما هم خیلی بگم اونقدر زیاد وقتم تلف کردم به خاطر نادانی خودم.
فقط اینو باید یاد بگیریم. روان درمانی یک بار دو بار تو باید الان متوجه بشی تو در مسیح کی هستی، نه اینطوری که الان دائما باید یک کسی بیا تو رو نوازش کنه. این انسانیت کنه دائما دنبال نوازشه. چرا؟ میخواد مرکز باشه. زمانی که غمه، حال چطور؟ آخ خوب نیستم. چرا؟ آخ نمیدونی چه مشکلایی دارم. آها مرکز شد. الان همه تعجب توجه کردن. وای دیدی الان برادر آلبرت واقعا چه دردی داره. بعد از این همه لذت میبره. آخ همه توجه میکنن به من. اوکی اینطوری گول بزنید. فقط متاسفانه همون در غم و دردم میمونین و آخرش هم در غم و دردم میمیرین. درست میگم یا نه؟ خدا میگه که برو ببین تو در کجا هستی، کی هستی در من. این حقیقت رو وردار، در کلام من بمان. این موقع متوجه میشی در من عادل شمرده شدی، در من سلامتی رو دریافت کردی، در من الان تو آزاد شدی از این دیوها نیروهای تاریکی. الان هر چیزایی هم که از ریشه‌ای هم در من هست، از اجداد من هم هست، یک بار آزادسازی، دو بار آزادسازی، یه باید تمام بشه دیگه. بعضی وقت که میام اینجا میگم خب حالت چطوره؟ مرسی هنوز در کار هستم و خدا کارهای انجام میده. مرسی پاستور، تشکر میکنم. من الان میجنگم و با ایمان قدم رو بر میدارم. این یک کسی هست که یواش یواش یاد گرفته کجا قرار گرفته. من یادم هست هنوز کلیسای فارسی زبان شروع نشده بود و تو کلیسای آلمانی زبان بودم و اونجا تقریبا 1991 تقریبا 92 بود، تقریبا 4 سال ایماندار بودم و خیلی اشتیاق برای خداوند داشتم. و یک بار بود که مورد حمله شدم از نیروهای تاریکی و توی یک افسردگی شدید افتادم. افسردگی یعنی نه افسردگی اینطوری نمیشه گفت افسردگی، بلکه مثل این که اینطوری بگم، مثل این که هیچ حسی از خدا نداشتم و همینطورم دورور من فقط احساس میکردم دیوا هستن. و نمیخوام الان خیلی زیاد توضیح بدم، فقط یه زمانی بود که 40 روز طول کشید و تو این 40 روز واقعا از خدا میخواستم منو دیگه بکشه. من نمیتونستم تحمل کنم. ترس در من بود، ترس از اینکه ایمانم از دست بدم و همینطورم صداهایی میشنیدم و یعنی خیلی وحشتناک بود. تو عمرم اینطوری دردهای وارد این دردها نشده بودم و مخصوصا شبها بیشتر صداهای این دیوها، نیروهای تاریکی رو میشنیدم و همینطورم مغز منو میگرفت و احساس میکردم الان من یه چیزی اتفاقی میفته. نمیدونم توضیح بدم چه دردهایی بود. دردهای روحی بود. دعا میکردم هیچ اتفاقی نمیافتاد. میرفتم توی کلیسای آلمانی زبان بودم، میرفتم پیش شبانم میگفتم کمکم کن، من حالم بده. اونم میگه آخ البت alles wird gut، همه چی خوب میشه. میگه بابا من درد دارم، من نمیدونم، من احساس میکنم الان باید خودم رو بکشم. در این حال افتاده بودم، نمیدونستم چه اتفاقی افتاده، نمیدونستم خدا، یعنی اون موقع چیز نکرد، اطلاعی نداشتم. الان خدا منو هدایت میکنه. فقط یک زمانی 40 روز بود، 40 روز طول کشید. آخرین روزی بود هنوز پیش پدر مادرم اینجا زندگی میکردم، اونم رفته بودم مسافرت. شب بود واقعا درد میکشیدم و صدا آمد و صدای واقعا شیطان، نه واقعا شیطان، که صداش این بود که آلبرت من تو رو ول نمی کنم تا منو من نپرستی. تو رو ول نمی کنم. و من یه عصبانیتی در من قرار گرفت و یادم هست یه کمودی هم بود اونجا. این صدا که آمد من تو رو ول نخواهم کرد، تو رنج، من تو رو خواهم رنجید. و با این عصبانیت با این دستم زدم روی این کمد که
این خط افتاد روی کمد، اونقدر چیز بودم، عصبانی بودم و گفتم که هر کاری هم بخوای بکنی اگه بمیرم تو رو نخواهم پرستش نخواهم کرد. یعنی یه چیزی بود، داد کشیدم. از روز بعد همه چی رفته. از اون روز یه تجربه‌ای داشتم که چطور شیطان، در اون موقع هنوز اطلاع نداشتم که خدا همه چی رو هدایت کرده که یه چیزای درس ها یاد بگیرم، با فیض خدا آشنا بشم، چطور ما رو به یه جایی میبره که ایمانمون امتحان بشه. واقعا عزیزان میگم که درد بدنی نبود، درد روحی خیلی وحشتناک‌تره. احساس میکنی عقل تو، فکر تو، همه چی رو از دست میدی، یعنی میشه مثل اینکه دیوونه میشی آخر. و اینجا در این قسمت هاست که خداست که ما رو هدایت میکنه، به جاهای هدایت میکنه که واقعا بتونیم آزاد بشیم از هر چیزی که ما رو اسیر کرده. من نمیتونم فقط بگم مثلا تعلیم به شما بدم، بگم که عزیزان خدا گفته که الان ما آزاد هستیم، الان آزاد باشیم، الان میگیم که جشن میگیریم، هللویا ما آزاد هستیم، هللویا اعلام میکنم آزاد هستم. عزیزان بعضی وقت فراموش نکنیم این شخص انسانیتی کهنه بعضی وقت اعلام میکنه میگه که من آزاد هستم. پس چرا الان آزاد هستی بعد از یک هفته، دو هفته، یک ماهی مشکلای میاد دوباره ترس داری؟ پس یه چیزی اصلی، یه چیزی ریشه‌ای در تو قرار گرفته، باید آزاد بشی. و بعد از سالها متوجه شدم که خدا این دوران رو باید سی با من میگذاشت که با فیض خدا آشنا بشم. یعنی واقعا به شما میگم اگر این اعلام رو نه، یعنی خدا منو نجات نمیداد، اون موقع واقعا دیوونه میشدم. از اون موقع خدمت فارسی زبان شروع شد. از اون موقع با سعید بود که شروع کردیم به خدمت کردن، یعنی یواش یواش جمع شدم و دعا کردم. یعنی خدا قبل از اینکه میخواد ما رو به یه جایی ببره که واقعا بتونیم خدمت روحانی رو داشته باشیم، باید یک زمینه رو عبور کنیم که خالص بشیم. از این برحال قبل از این فکر میکردم من ایمان من درسته، من درست ایستادم، من و خدا این تو این 40 روز این منو به یه جای آورد که واقعا دیگه تسلیم بشم. اگر خدا به دادم نمیرسید و اون موقع تصمیم نمیگرفتم، شاید اون موقع میتونستم بگم شیطان باشه او که من تو رو پرستش میکنم، منو آزاد کن. بعد میدونستم تنها نجات، تنها راه، تنها حیات عیسی مسیح. به این خاطر اونجا همینطور این اعلام رو کردم. پس میبینید در همین که رومیان باب 8 آیه 7 رو که اینجا خوندم، دائما اون انسانیت کهنه سعی میکنه علیه خدا بایسته. انسانیت کهنه خیلی روشش اینطوریه که چون صبرم نداره سعی میکنه اونقدر زیبا روحانی بازی کنه که خودمون فکر کنیم ما روحانی هستیم. یه چیزی هست که هر شخص باید تجربه کنه و معمولا از این انگیزه هایی که ما داریم، انگیزه هایی که ما دنبالش هستیم اونجا متوجه میشیم. در زمانی که در مورد این طبیعت شیطان صحبت میکنم که طبیعت شیطان الان در ما قرار گرفته و یه چیزی هم باید مشخص باشه. هفته گذشته به شما گفتم عزیزان شیطان میتونه از بیرون از من میتونه به من حمله کنه، یا شیطان میتونه به وسیله خواهر، برادر، به وسیله مادر، پدر، رئیس میتونه حمله کنه. این کار رو میتونه بکنه شیطان، یا فقط مهم این نیست که الان مورد حمله میشه، مورد این است که من چطور عکس العمل میکنم. متوجه هستین؟ من نمیتونم کنترل، من نمیتونم الان بگم مثال میگم الان همه باید زیر کنترل باشن که به من بتونم زندگی خوبی داشته باشم. نه، من زندگی میکنم، شاید امروز از طریق مریم یک حمله بشه به من، یه بیاد یه فوشی بده، یه حرفی بزنه، یه چیزی انجام بده. شاید برم بیرون یک شخصی از طریق برای دولت، از طریق خیلی افراد، مخصوصا کسانی که نزدیکتر هستن دردشون زیاده،
فقط مهم اینه که بدونم که اگه واقعا جایگاه خودم ایستادم باید بدونم که من چه دور عکس العمل نشون میدم. اگه عیسی مسیح به تو میگه عزیزان دشمن خودت رو دوست داشته باش، یه کسی که به تو بدی کرده، خیانت کرده، نگفته ببخش، گفته دوستش داشته باش. بخشیدن الان حداقل میتونیم بگیم با زبانمون میتونیم ببخشیم. چرا خدا پس میگه که دشمن خودت رو دوست داشته باش؟ چون خدا میدونه که دشمن ها خواهن آمد، چون میدونه که دشمن ها هستن، چون میدونه که دشمن ها باعث میشن که من بتونم تو رو تبدیل کنم. این دشمن ها، این سیلی ها رو باید بخوری که شبیه مسیح بشی. آمین. به این خاطر این تمام خصوصیت های ماهیت شیطان یا طبیعت شیطان در ما باید بکشیم، که هفته گذشتم در مورد صحبت کردم. اگه یادتون باشه در غالاتیان باب 5 آیه 19 تا 21 در مورد چی صحبت میکنه؟ در مورد اعمال نفس میگه که اعمال نفس روشن است. اعمال نفس روشن. یعنی الان اینجا معمولا نکنه انسانت کهنه رو معرفی میکنه. اوکی؟ الان معرفی میکنه انسانت کهنه. هفته گذشته من چیزایی نوشته بودم، اینا میخونیم. بی افتی، نا پاکی و هرزگی، بت پرستی، جادوگری، دشمنی، ستیزجویی، کینه، حسادت، خشم، جا طلبی، نفاق، دستبندی و بتتا، حسد و قتل، مستی، عیاشی و مانند اینها، چنان که پیشتر به شما هشدار دادم، باز میگویم، الان اینجا پولس مینویسه که کنندگان چنین کارها پادشاهی خدا را به میراث نخواهند برد. اینجا الان معرفی میکنه، میگه که این تمام طبیعت شیطان اینجا، و زمانی که به این دلبستگی کنی، با او زندگی کنی، هیچ موقع پادشاهی خدا رو به دست نخواهی گرفت، تو وارث بر ملکوت خدا نخواهی شد. اینجا میگه که به شما گفتم، الان دوباره میگم، مواظب باشین با کی زندگی میکنین، با کی دوستی میکنین. یه برادر بود که هفته گذشته شهادت داد و حالش چند مدتی بود خیلی بد بود. جلسه برادر رو هم شهادت داده بود، نمیدونم امروز اینجا هست یا نه. هست یا بهش هم گفتم که اگه میخوای بیا اینجا شهادت بدی، گفتی میخوام جلسه برادر را شهادت بدم. خودش هم اونجا توضیح داد، گفتی چطور ایمان آورده به عیسی مسیح و آزاد شده بود از همه چیز. بعد از یه مدتی به هر حال اتفاقاتی افتاد و با دوستای قدیمیش با هم جمع شدن، دوباره رفته، دوباره سیگار و قیلون و بعد کشیده بود به یه جایی که دیگه افسردگی پیدا کرده. من تقریبا برادرشون همینطور می اومدن پیش من، میگه که برادر، به برادر من دعا کن، واقعا حالش خیلی بده، افسردگی نمیدونم چیزه. به هر حال منم کاری هم الان به خصوص اینطوری نکردم، به هر حال دعا کردیم، فقط وقتش رو نداشتیم الان بشینیم صحبت کنیم. فقط خدا به هر حال یه کاری کرد که خودش دیگه تعریف، الان به اجازه تو تعریف میکنم. میگه که من همینطور تو خونه بودم، شب ساعت 2 بود، دیگه خسته شدم، دیگه کوبیده شدم، دیگه رفتم بیرون، گفتم نمیتونستم بخوابم، رفتم توی جنگل، اونجا نشستم و اونجا گفتم خدا من دیگه زندگی خودم رو از من وردا، دیگه حوصله ندارم اینطور زندگی کنم. الان خودش مسیحی، 2 سال پیش تعمید گرفته، یا فقط گفته بود به یه جایی رسیده بودم که دیدم اصلا حوصله دیگه نمیخوام زندگی کنم. بعد از این فقط یک تصویری جلوی چشمش اومد که یک برادری بود که جلسه هدفمند، گفته بود برادر اگه هر چیزی از خدا بخوایی واقعا با تمام دل بخوا و دنبالش برو و
خدا به تو خواهد داد. و اون موقع این فکر آمد، گفته خدا من میخوام واقعا دیگه آزاد بشم، من میخوام، و شروع کرد به چیز کردن، اعلام کردن منو بیرون بیار. و همین چیزی که انجام داد روز بعدش بود، نه روز بعدش آزادی پیدا کرد و از تمام دوستاشی که قبل از این ملاقات داشته میرفت دیگه قطع رابطه کرد، گفته من باید قطع بکنم که آزاد بشم. متوجه هستین؟ جلال و نام عیسی. ما اینجا دعا میکنیم به این خاطر یاد بگیرید دعا بکنی، دعا خوبه، و میگی خدا من مانا آزاد کن، فقط اگه قطع رابطه نکنی همونجا میمونی. همینطور با انسانیت کهنه، با این دروغهای شیطان اونجا سرگرم میشی. بعد از یه مدت دوباره واقعا حتی شیطان ما رو به یه جایی میبره که چی گفتیم که بکشه، آخر به افسردگی، که آخر بگی که دیگه حوصله ندارم، میخوام دیگه زندگی نکنم دیگه. و این الان این شخصیت چیز رو معرفی کردم، یعنی اینجا خود پولس معرفی کرده. و همینطورم هفته گذشته من چیزایی آماده کرده بودم که میگم چیزای دیگه‌ای بود، و مخصوصا این عکس رو انتخاب کرده بودم که واقعا یه وحشت کنیم از این انسانیت کنید که واقعا قطع رابطه کنیم. و اینجا هم برای چیزایی که نوشتم، بیرحمی، رفتار وحشانه و خودخواهی، حسادت، تنفر و بدخواهی، اینو خودم اینجا هفته گذشته نوشته بودم، فقط امروز اضافه کردم چیزی که تو کتاب مقدس در مورد اعمال نفس روشن هست، اونجا به هر حال ما چیز کردیم. پس امروز هم خدا میخواد اینجا ما رو به این هوشیاری هدایت کنه که واقعا بتونیم درست تشخیص بدیم به کی اطاعت میکنیم، چه تصمیمی خودمون میگیریم برای زندگی خودمون. و همینطور هم گفتم مشکلات از بیرون هستن. خدا رو شکر من آزادم، یعنی آزادم منظوری من اینه که هیچ کاری نمیتونم بکنم، من هیچ چیزی نمیتونم بکنم که خودم رو توی یه محافظت بذارم که هیچ کسی منو دست نزنه. نه، من آزاد هستم، هر اتفاقی بیفته چون آگاه هستم، تسلیم خدا شدم، دیگه میدونم اون مسئولیت زندگی منه. و هر اتفاقی میفته میدونم که او اجازه داده و اجازه میده، چون دوست داره من رشد کنم در مسیح، من میخوام با مسیح آشنا بشم. به این خاطر در این قسمت مشکلی ندارم به بیرون، من بیشتر سعی میکنم ببینم که در من چه چیزایی هست. چقدر عالیه برادر خواهرای عزیز، چقدر عالیه که زمانی که میشینی و فکر میکنی و میبینی که تو قلبت، خودت، تو فکر خودت هیچ چیزی بعدی نسبت برادر خواهر نیست، هیچ کینه نیست، هیچ چیزی نیست که تو رو اذیت کنه. و هر چیزایی که فکرایی هم که گفتم، فکرایی که میان، میدونم اینا مال کیان، انسان چه کن، ربطی به من نداره. هر فکرای زشتم میاد میگم ربطی به من نداره، رد میکنم. فهم میدونم که چقدر آزاد، چقدر چه آزادی است. میتونم به تمام چشما نگاه کنم، هر کسی هم هست، و میتونم، نمیخوام بگم الان دوستتون دارم، نه، همینطور که شما رو قبول دارم، همینطور که شما مهم هستین، همینطور هم میدونم خدا شما رو دوست داره، این کافیه. و اینجاست که خدا میخواد ما رو هدایت کنه. و اگه تو ضد این فکرها نیستی و تصمیمای جدی نگیری، اسیر او میشی. در رومیان باب 6 آیه 16 میگه مگر نمیدانید، به کی میده؟ به تو، به من. مگر نمیدانید که هرگاه شما خود را به عنوان برده در اختیار کسی بگذارید و مطیع او باشید، شما در واقع برده آن کس هستید که از او اطاعت میکنید. خودتون بخونید دوباره. مگر نمیدانید که هرگاه شما خود را به عنوان برده در اختیار کسی باشید،
آمین. سو زمانی که به هر حال اطاعت میکنم از این انسان دکونه، اگر فکرهایی میان، اگر پیشنهادهایی میان، اگر مشورتهایی هست که او با تو میکنه، مرمولکی میکنه و تو تشخیص نمیدی و اون موقع گوش میکنی، دیگه بگه که برده او هستی که تو اطاعت کردی. اشتباه گفتم؟ یه چیزی خندید؟ مرمولکی. چی گفتم؟ مرمولکی. مارمولکی. گوش کردین؟ پس میگه که در واقع برده آن کسی هستی که از او اطاعت میکنی. پس اگه اینجا ایستادم و این صدا میاد و شروع میکنه محکوم کردن یا غیبت، میخواد غیبت کنه، میخواد از تو استفاده کنه که غیبت بکنی و تو میگی که دهنتو ببند، من به تو گوش نمی کنم، ربطی به من نداری. اگه این شخص حسادتهایی بخواد به وجود بیاره یا که شروع کنی بدگویی کردن یا بد رفتار کردن، تو اونجا خیلی راحت میتونی بگی که ربطی به من نداره، من تصمیم میگیرم کلام خدا رو اطاعت میکنم، او که از او حیات میاد و زیادتر حاصل میشه به او گوش میکنم. اون موقع در این حال میمونی، در این آرامش خودت رو میمونی، در این محبت میمونی و اون موقع یهو میبینی که اون شخصی که به تو بدی کرده، حتی چون اینو برداشتی، این از این حیات برداشتی، میتونی احترام بذاری و محبتشون کنی. بزرگترین اشتباهی که من کردم و ما میکنه کلیسا، این شخص انسانیتی کهنه سعی میکنه دشمن خودش رو دوست داشته باشه و این غیر ممکنه. این آدم کشه. خواه بردگی از گناه باشد که نتیجه آن مرگ است و خواه اطاعت از خدا کند که نتیجه آن نیکی مطلق می باشد. گوش کردین؟ یعنی منظور اینه که ما الان اینجا ایستادیم، تو عادل شمرده شدی، تو آزاد شدی از شیطان، عیسی مسیح روی صلیب همه چی رو پرداخت کرده. من میتونم فقط میگم خداوند، این صداهایی که میاد، خداوند شکرت میکنم که اینو از من دور کردی، من آزاد شدم، من زیر اطاعتی برده او دیگه نیستم، یه زمان برده او بودم، الان برده نیستم. خداوند شکرت میکنم، مرسی که این صداها رو تو خاموش کردی و الان خداوند ممنون هستم که خداوند میتونم به تو گوش کنم و همینطورم نتیجه آن نیکی مطلق، حیات، آرامش، شادی و هر چیزایی که هست. و زمانی که ما بعضی وقت صحبت میکنیم که ما زیر فیض خدا زندگی میکنیم، منظور اینه که زیر این اطاعت چیز زندگی میکنیم که ما هر چیزی که ما احتیاج داریم خداوند به ما میبخشه که بتونیم یه زندگی روحانی و همینطوره که هفته گذشته در اول پتروس دو که میگه که خدا ما رو خوانده، طبیعت ما رو شریک طبیعت خودش کرده، به این خاطر به ما وعده های بسیار عالی به ما بخشیده. به این خاطر عزیزان، اگه این چیزها رو الان که نگاه میکنیم، این آیه رو نگاه میکنیم و میبینیم که زمانی که خدا میگه تو مقصر هستی که در این تاریکی زندگی، تو مقصر هستی که تو این غمگینی، تو نگرانی زندگی میکنی. چرا؟ چون مشورتهای تو با انسانیت کهنه هست و خواهش میکنم تقصیر رو نندازی روی شیطان. برادر ادوارد بود نه؟ یه بار گفته بود برادر خواب دیده بود یا چی؟ یه تعریف میکرد برادر ادوارد، گفته که من یک بار رفتم کلیسا، دیدم که شیطان جلوی کلیسا آنجا نشسته و گریه میکنه. گفتم شیطان چرا اینجا گریه میکنی؟ گفته که تمام افرادی که اونجا هستن گناه میکنن، تقصیر رو میندازن روی من. ما اینجا گناه میکنیم و این شیطان بود. نه؟ من نبودم، شیطان بود. حداقل میتونی بگی من گول خوردم و اشتباه کردم، تصمیم درستی نگرفتم، به این خاطر من گناه کردم، ضعیف بودم. حداقل این حقیقته. و
زنا میکنم بعد از این میگم شیطان رفت زنا کرده. گفتم زنا این پاهای تو مگه نبود رفتی اینجا زنا کردی؟ جایی که کار میکنم، یه جایی هست که کار میکنم توی ایستگاه تلویزیونه که اونجا با افرادی که مشکل دارن زنگ میزنن با من که دعا کنن، من دعا میکنم برایشون. بعد از این یه زنی زنگ زده بود، گفته یا یک مردی هست که دوباره میخوام ازدواج کنیم و به هر حال نمیدونم درست نیست و نه میخوام ازدواج کنم و بچه هامون طلاق گرفته بود قبل از بچه هامون میخوان مخالف این چیز هستن. بعد از این گفتم منم دعا گفتم باشه اوکی، فکر میکنم شما توی کلیسا هستی؟ یا بله توی کلیسا هستم. گفتم خب من پیشنهاد میکنم بریم با شبانتون صحبت کنی که شبان شما رو هدایت کنه، دعا کنی برای این قسمت. نه نمیخوام. گفتم چرا نمیخوای؟ من میدونم اون میگه نکن. خب میگه که سو الان به این خاطر شما رو زنگ زدم که شما دعا کنی که بشه. میدونی این حق بازی ها رو میدونی نه؟ من پیش پاستور زوویزو نمیرم چون میدونم میگه نه، به این خاطر نمیخوام بشنوم. و یه چیزی هست که مهم هم هست که عزیزان بدونیم، کمون انسانیت کهنه هست که هدفش اینه هنوز کنترل زندگی خود در دستش باشه. گوش میکنین عزیزان؟ الان تمام میکنم، الان دعا میکنیم. یا میدونم انسانیت کنه خسته شده الان. این انسانیت کنه چی گفتم؟ چی؟ آها، این انسانیت کهنه هنوز میخواد تسلط داشته باشه روی زندگی خوده. انسان اون میخواد کنترل زندگیت رو داشته باشه. به این خاطر میتونه به تو پیشنهاد کنه ببین خوبه برو کلیسا دعا هم کن و خدمتم کن، همه کارا رو انجام بده، فقط حق خودت رو از اجازه نده از تو بردارن، حق انتخاب رو از دست نده، تو تصمیم بگیر. با این حال زنده بودن خودش رو میخواد اینجا چیز کنه، استوار کنه. مرگ انسانیت کهنه اینه که حق خودت رو از دست بدی. به این خاطر زمانی که میگه که این انسانتون رو بکشید، منظور اینه که اون حقی که داره، که من حق دارم در آلبرت زندگی کنم، این حقش رو برداری. این مرگ انسانت کنه است. فقط زمانی که برخلاف او الان انجام میدی و بگه که خداوند تو عدالت من هستی، حق خودم تو هستی، دهنم میبندم خداوند از تو مطیع هستم و تسلیم تو هستم، اینطوری هست که این نه فقط دهن این انسانیت کهنه رو میبندیم، بلکه حق او رو برمیداری میکشیمش. حق من مسیحه، هر اتفاقی در زندگی من میفته، مرسی پدر جان تو اجازه دادی. و یه کسی نمیتونه حق خودش رو به خدا ببخشه بدون اینکه خودش رو به خدا سرسپردگی کنه. این سرسپردگی کامل خدا، اعتماد به خداست که تسلیم میشی و اون موقع شیطان دیگه هیچ کاری هم نمیتونه داشته باشه. اون موقع است که هر صداهایی که هست زود تشخیص میدی، همین در آرامش میمونی. اطاعت کردن نه فقط دهن او رو میبندی، بلکه در مسیحیت رشد میکنی. توی اول پتروس هم اونجا نوشته میگه که از دید خدا، خدا خوشنوده از این که زمانی که توی سختی ها میفتی و همینطور هم با تو ناعادلانه رفتار میشه، تو اونجا همه چی رو با درد تحمل میکنی.
یعنی اتفاقاتی در زندگی تو میفته، تو منتظر خدا هستی، جواب نمیدی، نمی جنگی، میگه خدا من الان نمیدم کجا من رو قرار گرفتی، اعتماد به تو دارم، تشکر میکنم تو در جریان هستی، میدونم در زیر کنترل تو هستی، این هر چیزی که هست از خودم دور میکنم. این انسانیتی کنه بی صبر رو که میخواد زود انجام بده، چون انسانیتی کنه یه قسمتش هم بی صبریه، یعنی دائما میخواد عجله کنه. و زمانی که تو میگی که نه سکوت میکنم، هیچ کاری نمیکنم، خفش میکنی، چون منتظر خدا هستی. چی میگه؟ که منتظران خدا قوت خواهند گرفت و مثل عقاب پرواز خواهند کرد و میدوئن و خسته نمیشن. و این وعده هایی هست که خداوند به ما بخشیده. هر حالتی که زند تو ساخته شود موفق نخواهد شد. زمانی که از آتش عبور کنی سوخته نخواهی شد. زمانی که از آبها فرو نخواهی شد. میتونی فولیه 11 رو چیز کنی؟ چون از آبها بگذاری من با تو خواهم بود. این وعده خداست عزیزان، این وعده خداست. زمانی که میگه که از آبها بگذاری من با تو خواهم بود، یعنی منظور اینه که هی آبها خواهن آمد. نگفته که زمانی که آبها من تو رو نگه میدارم که نیفتی تو. میگه که تو باید یاد بگیری رو آب راه رفتن، فقط اونجا فرو نخواهید. و چون از نهره نهرا عبور نمایی تو رو فرو نخواهند گرفت. دوباره وعده. انسانیت کهنه میگه نه، مرد روحانی میگه بله، خداوند شکرت میکنم، به تو میتونم اعتماد کنم. و چون از میان آتش روی، پس آتش هایی خواهند آمد. عزیزان دعا نکن که آتش رو از تو برداره، بلکه دعا کن خداوند و اعلام کن مرسی خداوند، از آتش های این دنیا عبور خواهم کرد، سوخته نخواهم شد، بوی سوختگی نخواهد آمد و شعله اش تو رو نخواهد سوزانید، زیرا من یهوه خدای تو و قدوس اسرائیل نجات دهنده تو هستم. چون که در نظر من گرانبها و مکرم بودی و من تو رو دوست دارم. این وعده خداست. پس این چیزها اتفاق خواهند افتاد. فقط من اونجا ایستادم و زمانی که آتش میاد دیگه زود مشورت نمی کنم به انسانت کنه و نمیرم اونجا میگم که از دنیا کمک بگیرم. اونجا منتظر خدا هستم، میگم مرسی خدا من الان در اینجا قرار گرفتی، من نمیدونم چه دردم میاد، رنجم، فقط منتظر تو هستم، میدونم فکرهای تو عالی هست برای من و اینطوری خداوند ایستادم برای تو، منتظر تو هستم. اینجاست که ما رشد روحانی در ما قرار میگه. اینجاست که ما از ترس آزاد میشیم، ترسایی که واقعا ترس بودن آزاد میشی. و یک بار، دو بار، سه بار، چهار بار، پنج بار تجربه کنین، یک روزی خواهید دید که در یک شالومی قرار گرفتین، دیگه هیچ کسی نمیتونه تو رو تکون بده. این پولس که همینطور که در رومیان باب 8 میگه که من میدونم هیچ چیزی، نه قدرتی، نه فرشته، این هیچ چیزی نمیتونه منو از محبت که در محبت خدا که در مسیح است جدا کنه. او این تجربه رو کرده، میگه هیچ چیزی، من میدونم، چون واقعا خودم رو سرسپردگی خدا کردم، در او ایستادم و همینطور این زندگی روحانی رو انجام میدم، اطاعت میکنم، مطیع او هستم. آمین. من فکر میکنم بریم دعا. برای امروز کافی، الان نصفشو گفتم ها. چیزایی که میخواستم فقط اینو فکر میکنم هفته های آینده صحبت کنیم. چون اینجا عزیزان دوباره برین دوم پتروس رو، نه دوم پتروس بود، نه اول، که میگه که نمیدونم دارم اینجا یا نه، که میگه که ما اینجا یا دوم پتروس باب 1 آیه 3 تا 5 میگه چنان که قوت الهی او همه چیزها را برای
برای حیات و دینداری لازم هست به ما عنایت فرموده هست. برای این موضوع ما دعا چیز میکنیم، موعظه میکنم، یا که خدا توی دل من گذاشته، همه چی به ما بخشیده هست، یا به معرفت او که ما رو به جلال و فضیلت خود دعوت نموده هست، که به وساطت آنها وعده های بی نهایت عظیم و گرانبها به ما داده شده تا شما به اینها شریک طبیعت الهی گردید. یعنی من میخواستم همینطور در مورد این وعده ها امروز هم صحبت کنم. چه وعده هایی خداوند به ما بخشیده؟ یعنی این شخصی که شخص روحانی که اینجا استاده، نه با احساس توکر میکنه یا خیالات خودش، بلکه به وعده های خدا نگاه میکنه. این وعده ها منو نگه میدارن، وعده هایی که از دهن عیسی مسیح، از دهن خدا آمده، من اونجا میتونم بیستم و رویش حساب کنم، هر چیزی خدا گفته انجام خواهد داد. بتونیم دفعه دیگه که موعظه خواهم که در مورد وعده ها صحبت میکنیم، چه وعده هاست که من میتونم نگاه کنم میگم خدا، من این چیزی که از دست میدم حداقل یه چیزی بهتری، زیباتری، بزرگتری به دست خواهم آورد. آمین. گود، چشمانو ببندیم. مرسی خداوند، ممنون هستیم عیسی جان. واقعا تشکر میکنیم خداوند که ما رو بیشتر و بیشتر به اون حقیقت تو رو، راستی تو رو هدایت میکنی، به این نور تو رو هدایت میکنی که واقعا درست تشخیص بدیم و درست در هر اتفاقی تو زندگیمون میفته خداوند واقعا این دید روحانی رو داشته باشیم که بدونیم که خداوند کیست در ما صحبت میکنه، کیست که ما رو هدایت میکنه. خداوند کلام اولی که خوندیم که اگه در کلام تو بمانید حقیقت رو خواهیم شناخت. عیسی جان واقعا ما همه ما احتیاج داریم خداوند. شفاعت میکنم برای کلیسامون، حتی برای افرادی که امروز هم اینجا نیستن خداوند، نمیشنون و توی هلاکت زندگی میکنن، توی تاریکی زندگی میکنن و اصلا خودشون هم نمیدونن خداوند. خداوند خیلی هستن که آمدن اینجا نجات پیدا کردن و در سردرگمی هستن. خداوند شفاعت میکنیم، دعا میکنیم برای خودمون، همینطور برای این عزیزانی که امروز هم نیستن خداوند. نمیدونم چطور تو خواهی کرد، فقط باور میکنم، اعتماد دارم که دعای ما رو میشنوی تو. از ما شروع کن خداوند که اول یک نمونه خودمون باشیم خداوند، که یاد بگیریم خداوند این روز به روز، ساعت به ساعت این انسانیت کهنه رو بکشیم خداوند با این تصمیمای خودمون. خداوند کمک کن خداوند، یه چیزی که خیلی سخته خداوند، از حق خودمون بگذاریم خداوند. خداوند مثل اینکه ما میمیریم خداوند زمانی که از حق خودمون میگذاریم. خداوند هدایت کن، کمک کن به این فیض رو به ما ببخش خداوند، همین فیضی که روی تو بود خداوند، که تو خودت هم از حق خودت گذشتی خداوند، مثل یک بره بردن خداوند، ذبح کردن خداوند، ذبح شدی خداوند، دهنتو بستی تا آخر و روی صلیب من تو شفاعت کردی خداوند. این طبیعتی هست که ما باید زندگی کنیم خداوند. کمک کن خداوند، ما این زیر فیض تو هستیم و میخواییم گوش کنیم، میخواییم اطاعت کنیم، که بتونیم خداوند یه زندگی موفقی داشته باشیم و بتونیم واقعا اینطوری طبیعت تو رو در این دنیا زندگی کنیم خداوند. کمتر از این چیز نمیخوایم، نمیخوایم دنبال خدمت باشیم، مقام باشیم، هزار تا چیزایی هستن، بلکه واقعا هدف ما چون هدف توست طبیعت تو رو زندگی کنیم خداوند. کمک کن از امروز به بعد خداوند این تشخیص روح رو داشته باشیم همه ما، که زمانی که این انسانیتی کهنه صحبت میکنه با هیلگری های خودش، با این پشپش های خودش، با این دروغ های خودش، زود متوجه بشیم، جلوگیری کنیم خداوند. ممنون هستیم خداوند، جلال رو خداوند میخوایم به تو بدیم. هاللویا خداوند، با کلیسای تو رو برکت میدم خداوند. هر چیزایی که خداوند به من بخشیدی خداوند واقعا با تمام دل میخوام منتقل کنم به این عزیزان. هر چیزایی که از خداوند منتقل کنم خداوند، نمیخوام این دردهایی یا این اشتباهی که من کردم خداوند که یاد بگیرم خداوند، این سالها طول بکشه که از همین الان بتونن یاد بگیرن، از همین الان بتونن هوشیار باشن خداوند. دعا میکنم ایشان رو برکت میدم با روح ترس خدا،
که این ترس خدا واقعا ایشان رو از این بدی ها، از این صدا ها، از این هیلگری های شیطان خداوند نگه داره. دعا میکنم این اراده‌ای که به ایشان دادی که بتونن، این حق انتخاب رو دادی خداوند که بتونیم تصمیمی بگیریم، خداوند خداوند دعا میکنم اینو تو تقدیس کن امروز، تو آزاد کن که این اراده هایشان خداوند از زیر تسلط شیطان، از این شیطان این انسانیت کنی بیرون بیاد و این اراده ها زیر تسلط تو بیاد روح القدس، که اراده تصمیمایی که میگیرن تصمیما و اراده تو باشه خداوند. بدون کمک تو عیسی مسیح ما نمیتونیم خداوند، به این خاطر آمدیم بگیم که فیض ببخش به همه ما خداوند. هاللویا خداوند، تشکر میکنیم که دعای ما رو شنیدی و دعای ما رو خداوند تو جواب خواهی داد، چون ما در نام تو عیسی مسیح پادشاه پادشاه رب بلرباب دعا میکنیم. آمین و آمین. دوست دارم یا میتونید دست بزنید برای عیسی. با هم یک سرودی بخونیم که اینم ربطی به این چیز داره. با تمام دل خود بر خداوند توکل نما، به عقل خود تکیه نکن. Yeah.